بینندگان عزیز سلام بر شما. اولین برنامه رو در رو در سال 98 رو تقدیم حضورتون میکنیم. در برنامه امروز میخواییم به تحریم‌های جدید آمریکا و آخرین وضعیت سازوکار ویژه اتحادیه اروپا بپردازیم. آقای اسحاق علی نژاد ما رو همراهی میکنند. ضمن سلام به شما، خیلی خوش اومدید. با تشکر از شما و سلام میکنم به همه هموطنانم و سال خوب و خوشی رو براشون آرزو میکنم. بله، سوال اول اینه که علت اینکه آمریکا بعد از 11 ماه بعد از خروج از برجام 31 از مهره ها و نهادهای رژیم ایران رو در ارتباط با برنامه اتمی لیست گذاری کرد چی هست؟ چون تا به حال خب تحریم هایی که اعمال کرده در زمینه نفت و کشتیرانی و غیره بوده، این موضوع اتمی یک مقدار جدید هست و جدا از این بعد از گزارش آژانس هست که گفت که رژیم خلاصه تبعیت میکنه. در واقع دو تا علت عمده میشه براش گفت. یکی این که میدونی که سیاست و استراتژی آمریکا در قبال رژیم، خودشون میگن سیاست فشار حد اکثریه. این تحریمای جدید، یعنی همین 31 مهره و نهاد که مال علیه سپند یا مرکز پژوهش‌های نوین دفاعی رژیمه، این بخشی از این سیاست و استراتژیه. شما میدونی از موقعی که دولت ترامپ اومده 25 مجموعه تحریم اعمال کرده علیه رژیم، 960 مهره و نهاد و کشتی و هواپیما رو برده تو لیست. پس این بخشی از این فشاره. اما علت دوم اینه که برنامه اتمی رژیم با وجود امضای برجام و با وجود 14 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که رژیم تبعیت میکنه، کماکان یک تهدیده و کماکان رژیم به ارتقا و توسعه تکنولوژی اتمی ادامه میده. کما اینکه تو گزارش، تو بیانیه که وزارت خارجه آمریکا بعد از این تحریما روز 2 فروردین منتشر کرد، علت خود این تحریم رو اینطور توضیح داده تو 4 محور. عینن از روی گزارش بیانیه وزارت خارجه آمریکا براتون میخونم. علت اولش میگه که به دلیل اینکه رژیم ایران تصمیم داره بر حفظ یک آرشیو اتمی. دوم، ادامه ریاست فخری زاده در سپند، یعنی مرکزی که در واقع تحریم شده. فخری زاده خودش تو لیست تحریم‌های آمریکاست که قبلا هم توسط مقاومت ایران بارها افشا شده. سوم، ادامه تحقیق تکثیری حساس و آزمایش‌ها توسط کارشناسان سپند، یعنی کماکان به تحقیقات برای توسعه و تکثیر اتمی ادامه میدن. و چهارمی هم استفاده سپند از سازمان‌ها و شرکت‌های پوششی، بنگاه‌های تهیه و خرید برای کسب اقلام دوگانه از فروشندگان کشورهای ثالث. یعنی در واقع علت اینه که رژیم کماکان به تلاشش و فعالیتش برای توسعه تکنولوژی اتمی ادامه میده. اما این تحریم‌ها یک روز بعد از سخنرانی خامنه‌ای، سخنرانی نوروزیش بود که گفت با وجود فشار بین‌المللی، با وجود تحریم‌ها، کماکان به توسعه تسلیحاتی ادامه میدیم. البته در راسته همون سیاست فشار حد اکثری، این تنها تحریمی نیست که اخیراً تا این روزا اعمال شده یا فاش شده. وال استریت ژورنال یک روز بعد از این داستان، این روز 3 فروردین، فاش کرد که شاهرگ حیاتی انتقال نفت رژیم برای بشار اسد هم قطع شده، متوقف شده. یعنی به این صورت که رژیم روزانه 66,000 بشکه نفت مجانی برای رژیم اسد میفرستد، برای بقای اسد. این معلوم شد که از ژانویه در واقع آمریکا مانع شده و الان این نفت به دست رژیم اسد نمیرسه. حتی مصر هم همکاری کرده، یک کشتی رژیم و نفت کش رژیم به اسم سی شارک که روانه سوریه بوده که همین نفت رو برای اسد ببره برگردونده. مواضع اروپایی ها در قبال این تحریم های جدید آمریکا چی هست؟ منظورم همین لیست گذاری 31 مهره و نهاد رژیم. در واقع اروپایی‌ها اعتراضی نکردند و موضع رسمی اتخاذ نکردند. اما روز قبلترش خود وزیر خارجه فرانسه ژان‌یو لودریان اعلام کرد که برجام به معنی دادن چک سفید به رژیم نیست. خود خبرگزاری رویتر همین خبر رو که مخابره کرده بود گفته بود که امانوئل ماکرون و کلن فرانسه از برنامه موشکی رژیم، از نقش بی ثبات کنندش،
اینا و از اقدامات رژیم برای حمله به اپوزیسیون ایران در فرانسه که معلوم شد اطلاعات رژیم ایران پشت اون بوده به شدت ناراحتن. خود ژانیو لودریان که گفته چک سفید به رژیم نمیدیم مسئله حقوق بشر رو مطرح کرده بود. یعنی اروپایی هم از رژیم به شدت تو این زمینه ناراضی هن. فرانسه که خود شاخص سیاست اروپایی هست، این علاوه بر این ته این روزا دو تا حرکت اقدام جدی دیگه هم انجام داده. یکی این که لغو پروازه ماهان ایر به فرانسه است که از روز 12 فروردین بالکل قطع میشه، که این خیلی حرکت مهمیه. بعد شما قبلا میدونید که تو دی ماه گذشته هم آلمان قطع کرده بود. این چیه؟ در واقع این یک تحریمیه که اروپایی دارن علیه رژیم اعمال میکنن. علاوه بر این فرانسه یک مهره رژیمو که این در قاچاق تجهیزات موشکی به رژیم دست داشت، اینو دستگیر کرده. اسم این فرد هست جلال روح الله نژاد که روز اول فروردین رسانه فرانسه فاش کردن، توسط فرانسه دستگیر شد. که البته این آمریکایی اینو تحت تعقیب قرار داده بودن، اطلاعاتشو به فرانسه داده بودن. به محض اینکه این در واقع وارد فرانسه شد، توسط فرانسه دستگیر شد. این دو تا اقدامم در واقع فرانسه و اروپایی‌ها علیه رژیم انجام دادن. شما در لابلای صحبت‌ها و توضیحاتتون گفتین که تحریم‌های آمریکا یک روز بعد از سخنرانی نوروزی خامنه‌ای انجام شد. آیا منظورتون این بود که این تحریم‌ها در پاسخ به نکاتی بود که خامنه‌ای در صحبت‌های نوروزیش گفت؟ در واقع این نکته‌ای بود که خبرگزاری بین‌المللی و محافل سیاسی و مطبوعاتی روش انگوز گذاشتن. گفتن این تحریم‌ها بعد از این بوده، چون خامنه‌ای تأکید کرد بر این که به رغم تحریم ها و فشار بین المللی ما کماکان توسعه میدیم مسئله تسلیحاتی و نظامی رو، کماکان تقویت میکنیم جنبه نظامی رو. البته خامنه ای نکات خیلی جالب دیگه هم گفت، از جمله گفت که از تحریم های آمریکا که ناله کرد، علاوه بر این گفت اروپایی ها خیانت میکنن، از پشت خنجر میزنن. من چند تا جمله شو براتون بخونم جالبه. میگه من عرض میکنم، مال اول فروردینه، از تحریم نباید بنالیم. معلومه تو رژیم ناله است دیگه. از تحریم کننده هم که آمریکا و اروپا هستن توقع زیادی نباید داشته باشیم. وظیفه اروپایی ها این بود که می ایستادند در مقابل آمریکا، می گفتن ما به تعهد خودمان پابندیم. علاوه بر این که در مقابل آمریکا نی ایستادند، خودشان عملا از برجام خارج شدند. بعدم در ادامه میگه که این کانال مالی که اروپایی ها درست کردند، این به شوخی شبیه تر است، البته شوخی تلخی است. در آخرین مسئله بین المللی ما باز اروپایی ها مثل گذشته از پشت خنجر زدند، به ما خیانت کردند. از اینا توقع نمی شود داشت، هیچ توقعی نمی شود داشت. کسی نیست بهش بگه که آخه خوب باشه، اگه آمریکا که خارج شده از برجام، اروپایی هم که عملا خارج شدن، سازوکارش چونم که شوخیه، پس چرا تو خارج نمیشی؟ چرا تو این همه منت میکشی؟ واقعا جربوزه نداره، واقعا خار و ذلیل و خفیف. این همه تحقیر و تو سریم تحمل میکنه این تحریما و اون چیزایی که میکنن، این سازوکاری که اصلا میگن مال رژیم سابق بدتره، نفت در برابر خزش تحقیرآمیزه، ولی جرأت و جربوزه نداره، چون به شدت نیاز داره از این برجام بیرون بکشه. خامنه‌ای علاوه بر این البته ابراز وحشت هم کرد، گفت الان دشمن جنگ اقتصادی، جنگ امنیتی، جنگ سیاسی، جنگ اطلاعاتی را انداخته. بعد برای اولین بارم اشاره کرد به خطر جنگ نظامی. این که خامنه‌ای گفت تو پیام قبلیش که ما مذاکره نمی‌کنیم با آمریکا، آمریکا هم جنگ نمی‌کنه. اصلا تمام استراتژیش رو این بنا کرده بود که این وضعیت موجود رو کش بده. الان تو اینجا در واقع یک اعلام خطری میکنه نسبت به جنگ خارجی. میگه چی؟ جملهش اینا براتون میخونم. دشمن در حال جنگ با ماست. من میگویم ما باید بازدارندگی ایجاد کنیم که دشمنانی که گاهی هوس تهاجم نظامی به سرشان میزند بفهمند که نه اینجوری نیست. بازدارندگی معنیش این است. برای عنوان آخرین سوالم اگه میشه خیلی کوتاه توضیح بدید، چون همزمان با خامنه‌ای روحانی هم سخنرانی نوروزی داشت، از نظر شما مهمترین نکاتی که
روحانی مطرح کرد در ارتباط با همین تحریم ها چی بودند؟ در واقع روحانی تمام تقصیرها و اشکالات وضعیت نابسامان فعلی همه را انداخت گردن تحریم ها و عوامل بیرونی، گفت اساس نابسامانی ها و مشکلات از سوی بدخواهان از بیرون مرز ایران وارد این سرزمین شده. کسی نیش بهش بگه آخه 40 ساله پس شما چه غلطی میکردید؟ تحریم ها رو خب تقریبا بعد از این داستان از اردیبهشت ماه دیگه که خارج شدن و کم کم اعمال کردن، قبل 2.5 سال که اصلا تحریم و جهمه رو برداشته بودن، حدود 150 میلیارد دلار اصلا بعد از برجام نصیب شما شد. خب چرا اوضاع نابسامان بیرون مرز است؟ همین شیادیشه دیگه. علاوه بر این، اینم دوباره مثل خامنه ای اشاره کرد به جنگ دشمن، بسیج دشمن، فشارهای دشمن، فقط التماس میکرد به باند خامنه ای که در واقع شما نه ای تو این شرایط بر سر ما بریزید، تضادتون با ما بیشتر کنید، به ما حمله کنید، این گل به خودی زدنه. بهشون به این که در واقع میگه الان رژیم تو این شرایط بحرانی و حاد هست، ما در واقع تو سر و کله هم نزنیم، به جون هم نیفتیم. بله، خیلی تشکر میکنم بابت همه توضیحاتی که دادید و شرکتتون در گفتگوی امروز. بینندگان عزیز، برنامه رو در رو در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی شما.